با سلام گرم به همه شما دوستان عزیزم سورا به یزلی برنت هستم صبح از و شب خیلی خوب رو براتون آرزو می کنم دوستان عزیزم برنامه امروز راجب ترسه و چرا ترس به خاطر اینکه تمام کارهایی که من و شما انجام میدیم یا انجام نمیدیم بستگی پیدا میکنه به همین قسمت که خیلی از اوقات من و شما متوجه نیستیم که فرزن زمانی که ما زانو درد میگیریم از نظر عرفانی یکی از معنی های مهمش این هستش که من و شما ترس از پیشرفت یا جلو رفتن داریم یا حتی من و شما ترس داریم از این که بخوایم توی لایف پد یا اون نقطه اصلی اون برنامه اصلی که باید بریم میریم که okay. مونتاژ چون این در زمین خداگاه ما نیستش من و شما وقتی که یک کسی اینو به میگه میگیم مجب حرفی میزنیم چرا من باید بترسم از این که بخوام پیشرفت کنم از این که قصد و هدفم رو تو راه اصلی بیفتم ولی در واقع اینا همه برنامه هایی هستش که در زمیر ناخداگاهه اوکی okay. uh, به طور کلی بعد از تمام این داستان ها که من همه زندگی ما گذاشتم روی خوندن و یاد گرفتن و روانشناسی و کوچینگ و نمیدونم همه این داستان ها uh, متوجه شدم که همه افراد واقعا یک سلوشن اصلی یا راه حل دارن برای این و اون چیه؟ که من و شما با وجود ترس اون کار رو انجام بدیم اوکی؟ okay. یعنی اینکه فرزن اگر من و شما چه میدونم؟ من خودم یادم زمانی که تصادف ماشین کردم که دیگه مردم و دو مرتبه برگشتم اون اولش او احساس کردم که پشت رول نشستم برام یه خورده ترسناکه اما در همون زمان خودم متوجه بودم که تنها راهی که من میتونم این ترس رو از بین ببرم اینه که روی ترس بیستم شاید مثل سابقش خیلی رکلس و بدون توجه و سرعت و اینا رانندگی نکنم خیلی آهسته برم اما باید روز بعد از روز دو مرتبه رانندگی کنم که روی اون ترس بیفته اون ترس از بین بره نتیجتا مهمترین و عملی ترین کاری که میتونه جلوی ترس ما رو بگیره این هستش که اون چیزی که تو انگلیسی میگیم face the fear anyways یعنی بد... ببین که داری میترسی اون باهاش روبرو بشو مواجه بشو ولی در هر صورت اون چیزی که تو رو میترسونتت انجام بده پس برای اینکه من و شما بخوایم یک شیر واقعی بشیم باید از موش بودنمون در بیایم برای اینکه از موش بودنمون در بیایم چه اولش باید متوجه بشیم که روزانه با انجام دادن اون به تدریج ترس من و شما کمتر میشه اگه منو شما یه ریس توی کلم بگیم وای من میترسم رانندگی بکنم مثلا رانندگی تمام تن و بدنم میلرزه و هیچ وقت اون قدم رو بر نداریم خب اون توی کله ما میتونه اون ترسش روز بعد از روز بزرگتر بشه اما اگر من و شما فکر بکنیم که اوکی من میترسم ولی برای اینکه من بخوام یک شیر واقعی بشم باید روی ترس هم بیستم و روز بعد از روز اون کار رو انجام بدم تا تبدیل به شیر بشم همیشه برای اینکه من و شما بتونیم یه چیز بزرگی رو بگیریم باید یه چیزی در مقابلش بدیم و اون چیه؟ اون چیزی هستش که من و شما خودمون رو پوش کنیم فورس کنیم به خودمون زور بیاریم که هر روز اون کار رو انجام بدیم تا روز بعد از روز قوی تر بشیم اوکی؟ پس ام یکی از چیزهایی که میتونین انجام بدین تو این زمینه که امکان داره بتونه کمک بکنه اینه که من و شما ترس هامون رو مینویسیم روی برگه کاغذ و بعد اون ترس رو میسوزونیمش و در تصور خودمون تصور میکنیم که اون انرژی ترس هر چیزی که بود با سوختنش از بین رفت دیسیپیت شد، نابود شد و من و شما دیگه هیچ ترسی در این زمینه نداریم اوکی؟ پس در هر صورت باید یه خورده به خودتون فشار بیاریم و باید روی ترسه بشینیم گاهی اوقات من و شما باید تو عمق ترس بریم و ببینیم که اون ترس از کجا داره میاد خیلی از اوقات من دیدم زمانی که افراد با من جلسه خصوصی میگیرن واقعا اون ترسشون اصلا هیچ ربطی به این دوره و نمیدونم این حرفا نداره و بیشتر اون ترسشون روی زندگی های قبلی هست زمانی که فرزن در یه زندگی دارشون زدن زمانی که چه میدونم توی دریا غرق شدن و اون توی سیستم چون توی رکورد روحی ما نوشته میشه من و شما داریم اون رو روز بعد از روز همونجوری زنده داریم زندگیش میکنیم ولی دقیقا نمیدونیم که به خاطر چی هستش اوکی؟ پس اگر که ترس شما واقعا همه چیز رو امتحان کردین رفتین هیپنوتیز شدین و نمیدونم این تمرین ها رو انجام شدادین و بازم بهتون کمک نکرده میتونین با من یه جلسه خصوصی بگیرین که توی اون جلسه بتونیم بریم در عمق و عمق و ریشه این قضیه که ببینیم مال زندگی گذشته است مال این زندگی مال کجاست و بتونیم اون رو اون انرژی یا اون خاطره رو بتونیم پاکش بکنیم که شما از فلج بودن در بیان و بتونین حرکت بکنیم در ضمن یادتون باشه که وقتی که یک انرژی در سیستم ما هست فرزن اگر من و شما میگیم که آره من خیلی ترس از رانندگی دارم اون انرژی روی نقطه های دیگه هم کار میکنه اوکی بنابراین خیلی از اوقات فرزن ممکنه یکی با من جلسه بگیره و مشکل سکشوال داره از انتمت شدن نزدیک شدن با جنس مخالف میترسه ترس و وحشت داره یا باهاش راحت نیست و زمانی که ما با هم دیگه کار میکنیم میبینیم که اصلا اون انرژی داره از یه جای دیگه میاد و هیچ ربطی به اون قضیه یه سکشوالیتیش نداره اما زمانی که معمولا یک انرژی قف میشه یا یک انرژی ف... مثل ترس خیلی فعاله و دامننت هستش معمولا روی تمام قسمت های دیگه زندگی شما کار میکنه بنابراین یه وقت ممکنه یه کسی همونطوری که گفتم برای سکشوالیتی چیز میکنه و وقتی من اون انرژی رو براش پاک میکنم یا می بینه که با روز به روز داره بهش کار بیشتری داره آفر میشه موقعیت مالیش داره بهتر میشه چرا چون انرژی ها در واقع جورایی از همدیگه جدا نیستن و به همدیگه ربط دارن اوکی okay, پس اینم از این داستان این دوستان بازم هر دفعه میخوام ازتون تشکر بکنم که روی کانال های یوتیوب من سابسکرایب میکنین لایک میکنین و شیر میکنین و اینکه سال 2018 رو به همهتون تبریک میگم که امسال امیدوار هستم یکی از بهترین سالهاتون باشه و به همه آرزوهاتون برسین تا ویدیو بعدی I love you